خب بریم ببینیم اولین باری که یه سرچ می‌زنیم چه اتفاقی میفته. مثلا من می‌نویسم امام خمینی، گوگل سرچ، دیکتش رو ببینید غلط نوشتم. البته غلط من ننوشتم، من حالا فرض کنیم درست نوشته باشم. خب این بیاد بگه منظور چاید اینه. ببین الان پیدا کرد 48900 489000 سایت پیدا کرد. خب اما میگه که نکنه منظورت امام خمینی اینه دیکتش، و من انتخاب میکنم میشه 48485000 تا سایت. خب اما چیزایی که وجود داره اینجا، وب یعنی من به صورت وب، اگه میگه عکسش رو میخوای نگاه کنی ایمیجز، یعنی از قسمت ایمیجز عکس 48500 تا. ببینید که عکس فقط برای من قسمت سرچ ایمیج رو فعال میکنه، بس مونده که چی بخواید، و تعدادش میشه 6000 تا. بک میزنم یا وب رو میزنم فرقی نمیکنه. میگه یک از 10 تاش الان اینجا نشون داد، از چند هزار تا سایت 48485000 سایت. میگه معنی امامو میخوای، دیفینیشن اینا، میگه من امامو بزنم میره answers.com معنی امام، کلمه امامو به انگلیسی برای شما از دیکشنری answers.com میاره. میگه امام ارزم بزرگ شما که تلفظش از دین اسلام حالا گرفتش برگرفته شده، فصل the male prayer leader، میگه رهبر یا ارزم بزرگ شما که ملایی که در مسجد نماز میخونه، میل مذکر، حالا بقیه معانی دیگه ای که هستش. اما خمینی روش کلیک کنم باز میره از answers.com. بس هر وقت اینجا کلماتی که سرچ کردی تک تک اینجا میاره که اگر معنیشو مشکل داری بره برات پیدا کنه. میاد چیکار میکنه؟ الموسوی روح الله الخمینی، دقیقا زندگی نامه، تاریخ، هر چیزی که در مورد حضرت امام هست رو برای شما میاره. و یه سری باز باید بر اساس این شناخت یه سری مشخصاتی از ایران و نمیدونم اصفهان و تهران چیزای معروف رو برای شما میاره. اما این سرچ در عرض چقدر انجام؟ 9 دهم ثانیه برای شما چیکار کرده؟ انجام داده. پس این اطلاعات بالا. اولین سایتی که پیدا کرده روح الله خمینی wikipedia.org که شما میتونید کلیک کنید و چیکار کنید؟ صفحهشو ببینید که این صفحه چیا هستش در مورد حضرت امام. ویکی‌پدیا هم خیلی سایت خوبیه گفتم که تمام اینا رو لینک میکنه، شیعه، روح الله، موسوی، هر چی که هست در مورد حضرت امام، پرچم ایران، هر چی هست برای شما اطلاعات مختلفی که وجود داره رو چیکار میکنه؟ سرچ میکنه و میتونید داشته باشید و یه سایت بسیار جامع و کاملی. اما ببینیم وقتی سرچ گوگل باز میشه چه خوبیایی داره فرقش با سایت های دیگه. زیرش حداقل با 25 تا کلمه چیکار میکنه؟ یه توضیح کوتاهی مینویسی که واقعا ببینید این همون چیزی که تو دنبالش میگردی، این یکی، این یکی. بس با بعد از اینکه لینکش رو میذاره اون کلمه‌ای که وجود داره یه توضیح مختصری مینویسه. صفحه روبروش هم اسپانسر اونایی که پول دادن که کلمه خمینی رو داره، کدوم شریعه اینترنشنال دات او آر جی، اونایی که به گوگل پول دادن و اینجا سایتشون رو میاری که حالا بری از اینجا هم استفاده کنی. این هم بس زیاد معتبر نیستن، معتبرها اینور نوشته میشه. قسمت بعدی لینک سایته. ببینید اینجا خود سایتی که صفحه‌ای که پیدا کرده این لینک اصلیشه، یعنی اگر اونجا هم نبود برو لینک اصلی اینجا ببین از کدوم سایته. مثلا این، من میتونم اینجا بیام کلیک کنم فقط این قسمت رو کپی کنم و برم برای خودم ببینم از کدوم سایت در مورد salamiran.org در مورد چیه؟ امام خمینی برای شما چیه؟ یه سری بایوگرافی زندگی نامش اطلاعاتی آورده. پس این سلام ایران یه سایتیه ولی یه صفحه درون این که من اگر اینو کلیک راست کنم بیام واس کنم، یه صفحه از این در رابطه با دوران کودکی حضرت امام چیه؟ زندگی نامش مطالبی رو گذاشته. این یه صفحه از این سایت سلام ایرانه. میبندم هر دو تا صفحه رو، میرم دنبال سرچمون. قسمت بعدی برات مینویسه چقدر این صفحه چند 143 که اطلاعات شو میده، کی گذاشته شده، 19 می 2007 مثلا. کش، اگر این صفحه برداشته شده باشه گوگل یه کش خیلی خوبه بزنم میبینید متوجه میشید منظورم چیه. گوگل همیشه تو سرچش یه دونه صفحه یه کپی از این رو برای خودش داره.
میگه اگر اونم نبود عیسی. چرا گوگل هی میاد هر چند مدت یه بار میاد چیکار میکنه؟ میبینید الان خمینی، کلمه خمینی که سرچ کردم، امام، امام خمینی رو برای شما رنگی میکنه. دقیقا انگار که فایند سرچ رو زدید توی صفحه، برای شما همه رو رنگی کرده، مشخص میکنه. یکی هم اگر این سرچ از بین بره، یعنی بیاد یه نفر فرض کنید برداره یا سانسور بشه این صفحه، تو گوگل سرچ کنید این صفحه رو تو حافظش چیه؟ گوگل داره این صفحه رو، تو این سرور، تو این سایت به صورت کش داره، به مدت خاصی نگهداری میکنه اینو. سیمیلار پیج یعنی صفحاتی شبیه این، میره صفحاتی که شبیه این است و برای شما چیکار، ریلیتید، مربوط به این صفحه، برای شما پیدا میکنه. بس اینم اطلاعات این. اینا هم که اسپانسرها هستن. میایم پایین تر، دهتای اول رو نشون داد، گفتم دهتای بعدی میتونم نکس بزنم، دهتای دوم، یا میتونم بیام از اینجا انتخاب کنم بگم دهتای سومی، که از این 485,000 سایت که ببینم، و اینا به ترتیب اولیش کاملترین و بهترین، دقیقترین. اگر پیدا نکردم قدم به قدم میرم جلو نگاه میکنم هر کدومو دوست داشتم اینا. اگر میخوایم اینو 20 تایش کنیم، 30 تایش کنیم، گفتیم کجا میریم؟ میریم قسمت پرفرنسز و اینجا دیسپلی رو میکنیم 20 تا 20 تا، میگیم 20 تا 20 تا. اگه بخوایم اونجا هم کلیک کنیم، کلیک کردنی توی صفحه جدید باز کنه، هی کلیک راست نکنیم، اینم میزنم. بس این دوتا رو سیوش میکنم که اولا 20 تا 20 تا نشون بده، میبینید 20 تا 20 تا نشون میده. ثانیا رو اینم کلیک کنم تو صفحه جدید باز میکنه، دیگه لازم نیست که کلیک راست کنم. اینم از سرچ های مختلفی که وجود داره، صفحات مختلفی که یه سرچ برای ما میاره، اطلاعات مشخصی که میتونه بیاره. البته با توجه به عکس اینا فرق میکنه، شما مثلا امام خمینی من زدم عکس بزنم، اینجا حالا اندازه اینا، تنظیمات اندازه، لارج، عکسای بزرگ، مدیوم، کوچیک، اسمال، مثلا من لارج ایمیجز بزنم چیکار میکنه؟ عکسای بزرگ. ولی خب امام خمینی زدم اینو آورد، این دیگه تو این صفحه. حالا شاید یه نفر بگه خب عکس امام، حضرت امام خوب. ببینید اینجا بدونه متنش، در داخل متنش مثلا بوده امام خمینی اینترنشنال ایرپورت، فرودگاه امام خمینی، ایشون اونجا مثلا کار میکنه، پس حتما دلیل بر این نیست که عکسی از حضرت امام باشه تو اون صفحه یا مطالبی در مورد اون، یه کلمه ای اومده. خب پس دیدید که بر اساس مثلا ویدیو، بر اساس نوع فایلی که وجود داره میتونه چیکار کنه؟ فرق بکنه.